بحث و جنگ و جدل و این داستانا بکنیم، چون شأن اون رو هم در نظر میگیریم. عرض کنم که آقای فخرآور شما اولا که 2-3 دقیقه یه بار با هم صحبت بکنیم و صدامو دارین؟ اصلا نمی کنی این چیزها رو. من اومدی تو لایو من این چیزها رو میگم. اولا جواب سوال منو بده. تو اومدی تو لایو، یعنی شما میگی که تو هم بس بکنیم هیچی نفهمه؟ آدم منطقی هستیم، ما که منطقی هستیم، شما بسیجی رو نمیدونم ولی نه منطقی هستیم. ببین تو کلام همدیگه پریدن الکی جدی چالشی میشه که مخاطب نمیفهمه. اون کسی که الکی نقص بازی کنه، شما ماشاءالله اکتور خوبی هستی، کسی که نقش بازی کنه احساسی عمل بکنه. اون شب اومدم دیدم گفتی که آه خدایا، اتفاقا تو اکتور بودنت هم مدلینگت شبیه مثلا حامد بهداده، مثل اون دیالوگ میگی با همون احساس و فلان و اینها ادا در میاری و امکان داره مخاطب احساسی بشه، چالش بالا بره و حقیقت غبارآلود بشه فضا و حقیقت گم بشه. 2 دقیقه شما بگو، 2 دقیقه من، 3 دقیقه من، 3 دقیقه شما، 5 دقیقه شما، 5 دقیقه من. رسم مناظره همینه. و اول بذار من یه چیز رو روشن شم. بچه حامد بهداد کیه؟ من این هنربندان حکومتی رو نمیشناسم که برای خامنه ای سازه. اگه نمیشناسی بچه رو میگه هنربندان، همون کسیه که صحبت کردن تو شبیه اون یا تقلید کردی از اون بزرگوار که توی عرض کنم توی فیلم ها میاد اینطوری میگه رفیق خوشم فلان کامیسا، اینطوری داری شما هم صحبت میکنی، نمیدونستی بدون یه حالت اگزاجره ای داره تو توی ذوق میخوره، یه حالت اگزاجره داره که شما فهم کنی جذاب این صحبت کردن. یعنی جواب سوال اول منو بده ببینم، آیا در کشور شما الان سید علی خامنه ای فرمانده کل قواست؟ درسته؟ بزرگوار من نیومدم اینجا از شخص دفاع بکنم، من از تفکر اومدم دفاع بکنم، متوجهید؟ حاکم بر رژیم اسلامی که الان ایران رو اشغال کرده تفکر شیعه اثناعشریه، درسته؟ آره، شیعه اثناعشری رو من دفاع میکنم ازش، رو مبانی شیعه صحبت کن. شیعه اثناعشری، این سید علی حقیر که سید اولاغ پیغمبره و خودش بگرم، توهین نکن، حقارت و ناتوانی خودتو نشون میدی. اگر بلدی استدلال کنی گوش بده به درس یاد بدم، گوش بده، من این نمیگه استاد دانشگاهی. توهین، فرافکنی، حاشیه سازی، فحاشی نشانه ناتوانیه. من تا آخرش یک توهین بهت نمی کنم، فقط استدلال، فقط بیان، فقط دلیل. میتونی تواناییشو داری توهین نکن. چرا میخوای اصلا منو به هم بریزی؟ با دلیل من محکومم، میگم سمعم و طاعت، یا میپذیرم محکوم میشم یا میگم نه غلطه، شما محکومین. مخاطب میفهمه این رو. الان بیام خودکار میارم. آیا سید علی نایب برحق امام زمان تخیلیتون هست یا نیست؟ خب منظور از برحق چیه؟ اولا ثانیاً تخیلی بودن امام زمان رو ثابت باید بکنی، شما نمیتونی الکی ادعا بکنی که. منظورت از برحق یعنی چی؟ تو بهش اعتقاد داری، تو اعتقاد داری یک آدمی 1400-500 سال سن داره؟ من این اعتقاد ندارم. من میگم آقا انسان ها طبق فرمول ریاضیات و فیزیک سن نمیتونی. اگه توانیشو داری خیالی بودنش رو ثابت بکن قبل از اینکه حکم بدی. داری حکم میدی خیالی؟ بله؟ گوش کن، این همینقدر احمقانه است الان که تو بیا اینجا اعلام کنی بگی امام زمان خودتی، یا اصلا من بگم، من میگم من امام زمانم، تو چجوری میخوای ثابت کنی نیستم؟ آقا من امام زمانم. داره شما دلیلت برای اینکه میگی خیالیه چیه؟ دارم همینو بهت میگم. ببین برای من خیالیه، حق دارم. توهین میکنی، اعلامی ما میگه خیالی بدونمش. شما الان پدرتو دوست داری مثلا، خب اجازه بده پدرتو دوست داری، خب من پدرتو دوست ندارم، بیام یه دونه عبارتی رو براش به کار ببرم که موجب آزار شما بشه، این درسته؟ آزار؟ آیا شما در شیعه اثناعشری برای بهایی ها احترام قائلین؟ چه ربطی داشت؟ جواب منو شما بده بعد میریم سراغ بهاییت. داری میگی چرا ما توهین میکنیم به امام زمانتون، میگیم خیالیه. شما تمام ادیان و مذاهب دیگر رو همه رو تیکه پاره میکنید، فوش میدید. ببین آقای فخرآور، ما هیچ توهینی نمی کنیم. اگه منظور دست نشانده های انگلیس و امریکا هست که ما بهشون شیعیان انگلیسی میگیم، اگه اونا منظورته، اونا شیعه نیستن. اونا رو اگه میگی اونا مزدورن. خب
اونا میان اجازه بده، اونا میان فحاشی میکنن، اختلاف افکنی. ببین هزار تا اومد لولای به تمی الانم. خب بذار بحث درست بکنیم. اونا میان اختلاف افکنی میکنن که بلکه بتونن امریکا و انگلیس بتونن بیان اون مقصد خودشون رو برداشت کنن. آنه یک شیعه اثناعشری، خب آیا شخص تو، یه شیعه اثناعشری غیر انگلیسی، شخص تو، آیا تو بهایی ها رو قبول داری؟ که اینها یک قبول نداشتن به معنای توهین نیست. من اهل سنت رو هم قبول ندارم اعتقاداتشو. توهین میکنم، توهین به مقدساتشون رو حرام میدونم من. ما یعنی بله فکر کردیم ما مثلا اقم زنا هستیم، فکر کردیم ما از اخباری ها هستیم. ما خیلی تشیع ناب مراجع تقلید هستیم. آیت الله بهجت، نمیدونم آیت الله بروجردی، نمیدونم علامه طباطبایی، بزرگان تشیع. ببینم خامنه ای جزو مراجع شما هست یا نه؟ آقای فخرآور، من این پشتیمو درست کنم. آقای فخرآور اجازه بدی لحظه، قرار نیست آخه شما هی من سوال بپرسی که آبوزی. یه لحظه اجازه بده یه لحظه ببین ما کن. میتونیم گوش کن، با چلمنگ صحبت نمی کنی. من خیلی چیزا میدونم. خب آره دیدم، گفت دو سه شب لایواتو میبینم، خیلی خندیدم اتفاقا. میدونم که در ایرانی که شیعه اثناعشری حاکم شد، در این ایران مراجع تقلید رو همه رو نایب برحق امام زمان تخیلیتون سید علی باطل اعلام کرد، چون هیچ کدوم اینو قبول نداشتن و مراجع رو باطل اعلام کرد، اومد خودش مراجع تقلید حکومتی اعلام کرد. من میدونم یارو کرد. چی؟ یارو باطل اعلام کرد بعد از آیت الله عراقی. ببینم جامعه مدرسی مظلمیه قم اومد چند نفر رو به عنوان مرجع تقلید اعلام کرد، یکیشون هم رهبری بود. خامنه ای منتظری مرجع تقلید قابل قبول بود یا نبود؟ اصلا بحث قابل قبولی نیست، چند تا مرجع تقلید هستن. تک مرجعی بود اون موقع، اجازه بده. بعد از امام خمینی آیت الله عراقی، آیت الله گلپایگانی، بعدش آیت الله عراقی شدن. میگه کی گفته اینو؟ چند ساله کی گفته؟ این مردم 2500 نفر شاهد. دوستان عزیز، مردم بزرگوار، آیت الله بروجردی تک مرجع. اینقدر شما سواد نداری، اطلاعات از شیعه نداری. اجازه بده بگم دیگه، سوتی رو دادی آقای نبود. که تو هم صحبت کنیم که مرجع بود یا نبود. آقا نمیشه تو هم صحبت کنیم. شما بگو، دو دقیقه بگو، بعد من دو دقیقه بگم. نمیدونی یا نمیخوای بگی، هی داری مغلطه میکنی. منتظری آقای شما که فقط یاد گرفتی از مغلطه استفاده کنی. آیا آیت الله حسین علی منتظری مرجع تقلید بود یا نبود؟ آره یا نه؟ الان 70 تا مرجع تقلید داریم، 7 تاشون مرجع جایز و تقلیدن. مرجع تقلید بودن مگه دلیل بر این هستش که مرجع اعلم باشه؟ مرجع جایز و تقلید یعنی این که حکومت سید علی خامنه ای یک عده افراد رو مثل حکومت سید علی خامنه ای یه سری افراد رو اعلام کرده، گفته مردم مرجعایی که مورد نظر و تایید ما هستن اینا هستن، بقیه ایزی دور. خب ببین، شما در شیعه اثناعشریتون هم، حتی این رژیم در شیعه اثناعشری هم چنان حلقه رو تنگ کرد که خود شیعیان خودتونم توش جا نشدی. بیشترین تعداد زندانی های سیاسی که من تو زندان سیاسی می دیدم شیعیان اثناعشری بودن که به حکومت خامنه ای به عنوان نایب برحق امام زمان تخیلی اعتراض داشتن. یعنی ببین، این که شما ایران رو اشغال بکنید و تمام ایران رو بکنید یک قفسی که زندانبان های قفس بشن معتقدین به قول شماها غیر انگلیسی به شیعه اثناعشری. یه دقیقه چی نگو آقای احسان بیازار عزیز، تاج سرم، خیلی خوش اومدید. دوستان بزرگوارید، آقای فخرآور یه تاریخچه کوچیک میگم، یه لحظه اجازه بده. آیت الله بروجردی همه میدونن تک مرجع تشیع بود، زعیم تشیع. بعد از آیت الله بروجردی یک مرجع داشتیم، امام خمینی بود در ایران. بعد از امام خمینی آیت الله گلپایگانی بود، یک مرجع، همه میدونن، در حالی که امکان داره 300 تا، اجازه بده، 300 تا مرجع تقلید بودن، مرجع مشهور و اعلم یک نفر بوده. تشیع تک مرجعی اداره میشد.
بعد از آیت الله گلپایگانی آیت الله عراقی یک سال مرجع بود، ایشون فوت شد، جامعه مدرسین اعلامیه داد 7-8 مرجع اعلام کرد. متوجه این خزعبلاتی که داری میگی فقط خزعبلات و عراجیف رو شما میگی، متوجه من تو نمیفهم دیگه. جلو 2600 نفر مفتزه میشی داری چرت و پرت میگی. منتظری کجا اصلا به مرجعیت رسید؟ کجا منتظری به مرجعیت رسید؟ ببینم مرجع تقلید صاحب رساله بود، کجا مرجع تقلید شد که برن ازش تقلید بکنن؟ چرا بار خود چرت و پرت میوافی؟ جوجه ای و این چیزها رو نمیدونم. کنار اون بشکه در داخل مساجدتون تو دروس خارج فقه میشین این چیزها رو برات بلغور میکنن تکرار میکنی. منتظری کسی بود که آره کتاب ولایت فقیه نوشت. خب دیگه چی؟ قائم مقام مرجع تقلید شد یا نه به عنوان ببین آقای فخرآور جلوی عده بی سواد و ناآگاه حرف میزنی از آلبانی تاییدت میکنن به به چهچه میگن دلیل نمیشه حرف حق بزنی که ما بلدی میتونیم تاریخش رو از تشیع برای ما میخوای بگی یا عربده بکشی یا اومدی یاد بگیری. خب شما 3 دقیقه شما بگو من بگم، من اومدم یادت بدم. گوش کن، طبق قانون اساسیه نیمبند پی طلبی رژیم اسلامی حاکم بر ایران در اون 10 سال اول قبل از اینکه خامنه ای بیاد آفتابه بگیره به قانون اساسی خودتون، تو 10 سال اول قانون اساسی پشتوانه 16 میلیون رأی مردمه. تو داری به مردم توهین میکنی. فقط مرجع تقلید اون زمان میتونست رهبر بشه. خمینی مرجع تقلید بود مثلا شده بود رهبر و قائم مقام خمینی منتظری بود به عنوان مرجع تقلید. منتظری میتونست قائم مقام رهبری باشه. اگر توی جوجه این چیزا رو نمیدونی و دارم یه چیزای دیگه ای به خوردت میدن، گوش کن واقعیتای جونم اعصابت به هم ریخته. بگو تا میتونی خودتو بیرون بریز. یاد بگیر. یکی اومده داره به همت میریزه. میخوام یه چیز به آخه ببین نه جولنگه خیلی ادعا میکنی دارم با شمشیر استدلال ذبحت میکنم. بذار تا آخرش پیش بریم. فیگور میگیری تو لایم، اسلحه میکشی، شمشیرم استدلال بیانه، شمشیرم عقلانیته. فقط دلیل بیار بسم الله. عقلانیته بذار یه چیزی بهت بگم. شماها یک گروه کوچیکی هستید، چند هزار نفرید در یک جامعه 90 میلیون نفری، با یک تفکر بسته احمقانه ایدئولوژی شخص سیدعلی خامنه ای که در مدرسه پرورش جاسوس پاتریس مونبای مسکو تو کلش. خامنه ای با این تفکر که آمریکا بد است، اسرائیل بد است، غرب بد است، دموکراسی بد است، لیبرال دموکراسی بد است، همه اینا که تو معنی خیلیاشو نمیدونی، شما هیچ کدوم نمیدونین، فقط منم رکورد کنم، پای منبر سیدعلی بعبع کنان میشینین، هرچی سیدعلی گفت میگین. بله هر چی میتونی توهین کن، هی توهین کن، حقارتتو نشون میدی. یه توهینم بهت نمیکنم. تو به من میگی لیبرال دموکراسی چیه؟ اصلا من بحث اون سر این موضوع نبود، بعدش میگم. دموکراسی همون چیزیه، اجازه بده، دموکراسی همون چیزیه که شما دیکتاتورها پایمالش میکنی. ندانستن توهین نیست. خب خامنه ای تو کلش پر کرد یوری آندروپوف رئیس کاگبه که برو سخنرانی کن بگو لیبرال دموکراسی بده. اومد تو ایران گفت لیبرال دموکراسی بده. شماها هم همه به عنوان نوچه های نسل های مختلفش گفتین آه مرگ بر لیبرال دموکراسی. از یکی از شماها هم نمیتونه حتی بگه لیبرال دموکراسی یعنی چی. نمیدونید یعنی چی. فقط سیدعلی و سیدعلی چون فکر میکنین شما از امام زمان گرفته، از یوری آندروپوف رئیس کاگبه گرفته این حرفا رو، یک ایدئولوژی بسته‌ای ساخته و ایدئولوژی سیدعلی شده قفسی برای ایران که تمام 90 میلیون ایرانی، 90 میلیون ایرانی اسیر قفس ایدئولوژیک احمقانه سیدعلی شدن. یعنی ماها هزار منم کنم سب کن 90 میلیون ایرانی، ماها هزاران اعتقاد مختلف داریم، همونجوری که من دارم. خیلی از ماها فکر میکنیم آقا اصلا امام زمان تخیلیه، ولی شما تعداد کم چند هزار نفره خودتون رو به تمام این جامعه تحمیل کردید و میگید همه این جامعه زندانبان های این جامعه بزرگ با تاریخ چند هزار ساله شدید.
ایران بزرگ ما، زندانبان های ما شدید و میگید همه شماها به زور باید قبول بکنید امام زمان وجود داره و نایب امام زمان هم این سید علی سید اولاغ پیغمبره. ما نمیخوایم این رو قبول بکنیم و چون یک سری تروریست استخدام میکنه قاسم کتلت که بیان تو خیابون به مغز و قلب جوانهایی که نمیخوان خزعبلات شماها رو قبول بکنن، به قلب و مغز مردم شلیک میکنید، بعد میشینید عربده میکشید میگید ما در بحث ها پیروزیم. باشه باشه، شعاراتو دادی فعلا خوب اولش انداختم. میذاری صحبت کنم؟ ببند نقطتو بذار، ببند. باشه. 48 ساعت در آبان 98 134 شهر کشور رو با فرمان سیدعلی قاتل حمام خون کردین شماها و به قلب و مغز جوانان ایران شلیک کردین. خب خود حامد بهداد داری صحبت میکنه، یکی دیگه برو تقلید کن. هر موقع تو سریال ها میدیدمش بدم میومد، مصنوعی میومد، میگفت رفیق بلنگ شما فلان بیسا، اونم تازه قیصر میسر یاد گرفته بود. یه مدل دیگه برو بگو مخاطب شناسی یادت بدن. کدوم نوکر سید علی داری صحبت میکنی؟ ولی یه بازیگر همه میشناسن این سید. خب برای شماها میگم، شماها توی بابل خودتون، تو حباب خودتون زندگی میکنی. همه ایرانی ها میشناسن. میخوای این دیگه انقدر معروفه؟ تو اگر 200,000 فالوور داری، اون میلیونی داره، همه هم میشناسن. سیاسی هم نیستش. یه انقدر تعصب نداشته باشی بخوای هر کسی رو به هر قیمت بزنی. بابا طرف یه هنرمنده، هر چی حکومتی رو اصلا نخوام اسمم ازشون بدونم. من یه دونه این قد بلنده رو به چرا اسمشو میشناسم الان از این چیزایی که اومدن. بهرام افشاری خوب بازی میکنه، اوکی میذارم کنار. ولی یه ده جون دور قابچین تو دنیای هنری ایران بعد از انقلاب اومدن رشد کردن که اگر سینمای واقعی ایران با اسطوره‌هاش وجود داشتن، با بهروز موسوقی و با فردین و اینها، اینا اصلا محلی از اعراب نداشتن، که گنده هاشون محلی از اعراب نداشتن، همشون با حذف بزرگان سینمای ایران اومدن مثلا. حالا اینا که دیگه اصلا به کل تعطیلن. بماند، نمیخوام بحثو طولانیش بکنم امروز. آقای فخرآور، من یه دقیقه رو موضوع درست حسابی بحث بکنیم. شما دو تا بحث داشتی پریروز، خب یکی با اون آقای مرعشی که اومده بود بالا در مورد اسلام صحبت میکرد، یادت میاد آخونده رو بچه که اون با منم مناظره کرده، اون قائل به تناقض در قرآنه کلا، حالا بگذاریم اینو. یکی ایشون هستش. اگر رفتیم پایین دوباره بیار بالای بحث درست حسابی داشته باشیم. تا الان هیجانی بود. من از اونجایی که امروز روز تولد منه و الان تولدتون مبارک، متشکرم، الان ساعت 3:30 و قرار مهمون داشته باشم، بعد باید بحث رو ببندم، اما برای من دایرکت بفرستی پیام که و یاد بگیر که وقتی میری خونه کسی مهمونی آرام بشینی، بلوا به پا نکنی، از در و دیوار بالا نری چون خوب نیست. و به احترام این 3000 اندی نفری که الان اینجا هستن، 1500 تا اومد رو لایو، ماشاءالله به نفعت اگر از این بحثو بکنی. راستش تو لایوای منو نمیبینی، نگو این حرفا رو. من 4 شب دارم فقط لایوای شما رو میبینم. رو 1500 این 300,000 400,000 برو ببین. این حالا میگم اگر اومدیم خواستیم بحث چالشی کنیم مانع نشو، بذار مردم حقیقت رو بفهمن. من هیچ وقت مانع هیچ کس نمیشم. شمشیر سیاوش و بازوان سیاوش اینقدر قدرتمند هستن که هیچ کدوم از شماها دست دستتون هم حریفش نیست. حالا ما 4 ساله مبدع سکنج استدلال تو اینستاگرام بنده هستم. از پدر افشون رو بپرس، اولین بحثم رو با اون کردم، با شمشیر استدلال حتاکان و توهین کنندگان به مقدسات رو فقط رفت میکنن. شما هستم پستم نخوب دیگه، اومدیم با هم سبک سنگین کردیم، بازی کردیم. فعلا طلبت یه بحث مخصوص که در حضور تمام یارانتون و طرفدارانتون و اینا خاکمالیتون بکنم و الان باید ببندم، متاسفانه چون هر لحظه زنگ میزنن. آره برو دیگه، الان دارن هی میگن محزون رو نیار. توی روزای آینده این برنامه رو حتما میذارم، دایرکت برام بفرست که ست بکنیم و بیایم. اما یه خواهش ازتون دارم آقای فخرآور، آخرین کلیپ منم شما رو ببین در مورد تاریخچه جورج فلوید های امریکا. آقای فخرآور، در مورد جورج فلوید های تاریخ یه کلیپ ساختم، زحمت کشیدم، برو ببین نظرتو تو بحث بعدیمون بگو. چی؟ پرنستارای آمریکایی یعنی؟
نه نه پورنستار راستی ترجمه پورنستار میشه ترجمه کنی پورنستار رو؟ پورنستار یعنی مگه ادعای انگلیسی نمیشه استاد دانشگاه؟ خوب افتاده تو سکنج پورنستار رو برای ما ترجمه کن بی زحمت. پورنستار رو ترجمه میکنی؟ پورنستار سعید توسیه که در نه 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 ترجمه لغوی انگلیسی تفره نرو ترجمه اگر نکنی یعنی نمیتونی یعنی میدونی چه سودی دادی. پورنستار یعنی چی به انگلیسی؟ پورنستار یعنی سعید توسی. نه 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 خب دوستانشون داره تفره میره. پورنستار یعنی ستاره پورن یعنی اونقدر معروف هست که در همه پورن بازها بازیگران پورن ستاره هستش. 10 تا فیلم پورن این بابا رو برام بیار تا ما باور کنیم پورنستار هستش این فرد. اگر طرف اجازه بده حرفم تموم شه. اگر طرف یه رذیله اجازه بده. اگر طرف یه رذیله اخلاقی داشته ولو رفته یه فیلمی بازی کرده دلیل نمیشه ما اینجا مسئولیتش رو نبینیم. دلیل نمیشه که شما بخوای رو اون مانوف بدی بگی الکی پورنستار بوده طرف. نه آقا مظلومیتش مد نظر ما هستش. طرف اومده ببین به در کمک به انگلیسی فقط یه چیزی بگم این بحثو ببندم. ما که اصلا انقدر نمیدونستی ترجمه‌اش یعنی چی. به همه به اونایی که دیگه بین کسایی که فیلم پورن بازی میکنن برن خیلی سلطان باشن نمیگن. هر کسی بره تو این فیلمای پورن بازی کنه بهش میگن پورن استار. اینو بدون فقط در خودت میخواستم بدونی در استفاده این لغت در انگلیسی اشتباهه. استار به معنای ستاره هستش. ستاره یعنی برگزیده. خوشگه به نوعی پورن استارن. خب خود سوپر استار بده بده سوپر استار تو بازیگری به چه کسی میگی سوپر استار؟ رسید من بحثو میبندم اما باش توی یه بحثی توی همین روزهای آینده و نمیگه دوستان یادتون باشه من موضوعات انتقادی به ایشون رو آماده کرده بودم ولی این خط این نشون ایشون منو بالا نخواهد آورد از ما گفتن. ببینید موفق باشید دوستان. مرسی از لطف و محبت همتون. فعلا خدا نگهدار. دوستای عالی من بکنم جوانای مردم رو نکشه. نه نه ما فقط